وزارت حج عمره عربستان از پذیرش عمره خارجی خبر داد. عبدالرحمن شمس نماینده وزارت حج عمره عربستان سعودی در امور عمره اعلام کرد این وزارتخانه پس از موفقیت در برگزاری حج عمره با عمره داخلی آمادگی دارد تا از عمره خارجی نیز استقبال کند. وی در گفتگو با شبکه خبر عربستان سعودی با اشاره به اینکه شمار عمره گزاران تا کنون به 45000 نفر رسیده است گفت از آغاز مرحله دوم حج عمره تا کنون 120 هزار نمازگزار نیز در نمازهای جماعت در مسجد الحرام شرکت داشتند. شمس در خصوص چگونگی ثبت نام خارجی اظهار کرد متقاضیان حج عمره از خارج از کشور باید, باید, از طریق شرکت های زیارتی قابل اعتماد ثبت نام کنند و ورود به عربستان فقط به صورت کاروانی امکان پذیر است. و ورود به صورت انفرادی قابل پذیرش نیست این مقام حکومتی با بیان اینکه اپلیکیشن اعتمرنا فقط مختص عمر داخل عربستان است از تلاش های بسیار برای ارائه اطلاعات نادرست برای فریب دادن و گمراه کردن عمر خبر داد وی در زمینه ابتلا به بیماری کرونا در میان عمر نیز گفت تا کنون هیچ موردی از ابتلا به این بیماری ثبت نشده و کارها بر اساس برنامه ریزی پیش می رود و همکاره های لازم با شرکت ها و نمایندگان قابل اعتماد نیز برای استقبال از عمر گذاران خارجی آغاز شده است. برگزاری نماز جماعت صبح در مسجد الحرام از یک شنبه 27 مه ماه آغاز شده است و بر اساس مرحله دوم و بر اساس مرحله دوم انجام تدریجی حج عمره چهل هزار نمازگزار و پانزه هزار عمر گذار در روز وارد مسجد حرام می شوند. که این تعداد هفتاد و پنج درصد کل ظرفیت این مسجد را شامل می شوند. همچنین روزه منور حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به روی زائران داخلی باز شده است مقامات عربستان از 22 سپتامبر گذشته مجوز برگزاری حج عمره و زیارت مسجد الحرام را طی چهار مرحله و به صورت تدریجی همراه با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا صادر کردند.